سلام برادر خاله عزیز، مهمونای عزیز، کسانی که تو خونه هستن. هر واعظی یا هر موعظه‌ای که هر جایی که موعظه میشه یا تعلیمایی که تعلیم میشن ما رو باید به شناخت خدا برسونن، هر چقدر هم همینطورم به شناخت خودمون برسونه. و اصل مطلب اینه که ما میدونیم، چون چند مدت هم که در موردش هم صحبت کردیم، که خدا میخواد خودش رو به قوم خودش، به فرزندان خودش معرفی کنه که بتونیم با او آشنا بشیم. به این خاطر هر موعظه‌ای که میشه و موعظه بگم که درستی نباشه، فقط یک مسیر ما رو هدایت میکنه، همینطور هم تصویرمون از خدا تصویر اشتباه خواهد شد و همینطور هم طوری که باید با خدا آشنا بشیم آشنا نمیشیم و همینطور هم حرکت‌های ما، رفتارهای ما هم همینطور طبق این شناختی هست که از خدا داریم و همینطور هم برای این برکت‌هایی که خداوند به ما بخشیده که به دست بیاریم نمیتونیم به دست بیاریم. موافق هستین؟ یعنی کلام خدا به هر حال ما میتونیم در قسمت‌های طوری محدود کنیم، فقط یک قسمت رو اشاره کنیم و روی یک قسمت تکیه کنیم، فقط اون چیزی که خدا برای ما بخشیده یا آماده کرده اینو اصلا نتونیم ببینیم. مثل اینکه الان میپرسم از شما، آیا واقعا خدا خدای برکت هاست یا نه؟ آمین. خدا کلام خدا میگه خداوند ما رو با هر برکتی که در روحانی در آسمون است به ما برکت داده. الان اگه خدا رو طوری نگاه کنیم بگیم خدا خدای برکت هاست و ما میخواییم الان بیاییم از خداوند برکت ها رو بگیریم، این فقط یه قسمتی هست. مثل اینکه خدا الان اونجاست که فقط به تو خوبی کنه و همینطور به هر حال برکت هایی که چیزهای نیازهایی که در این دنیا احتیاج داری به تو ببخشه. درست این کار هم انجام میده، فقط ما میخوایم امروز آشنا بشیم این خدایی هست که خدای عهد، خدایی که به ما، با ما، با انسان عهد بسته، فقر میکنه از این خدایی که به ما برکت میده. برکت یک هدیه هست که خداوند به تو میبخشه. آمین. خدا میتونه به تو برکت بده، به تو خونه بده، بدون زنی بده، شوهری بده، نمیدونم موفقیتی بده، پولی بده، به هر حال خیلی چیزایی هست که بتونه خدا به تو برکت بده، همینطور هم موفق بشی در خدمت‌های خودت. فقط زمانی که برمیگردیم به اون خدایی که خدای عهداست، خدا عهدی که با تو میبنده یه چیزی ابدیه، یه چیزی هست که از بین نخواهد رفت و یه چیزی هم هست که زمانی که از این مرگ جسمانی دیگه به پایان برسی و بمیری، از اون موقع هست که این عهد هنوز تا ابدالآباد قرار خواهد گرفت. این دیگه فرق میکنه از اون خدایی که ما آشنا هستیم که خدا فقط دوست داره به ما برکت بده. درسته یا نه؟ ما خیلی هستن که انتوش شدن از خدا چون هر موقع توقع داشتن که خدا من به ما برکت بده. فقط خیلی عظیمتر اون فکری که خدا برای ما داره که خدا، خدای واحد، خدای قادر متعال، خدایی که خالق همه چی هست، میاد با انسان عهد میبنده. میخواییم با این خدا آشنا بشیم. حاضر هستین؟ و معمولا زمانی که عهد رو صحبت میکنیم مثل این که عهدی هست که بین شرکای مساوی هست، دو نفری هستن که میان اینجا، مثلا من با حمید میام اونجا، با هم میخوایم یه عهدی ببندیم و ما فکر میکنیم عهد یعنی قرارداد. فقط فکری که خدا داره فکر خیلی عظیمتر، بلندتره از این که فکر میکنیم الان خدا میاد میگه که باشه اوکی آلبرت، من 100,000 میدم، تو هم 100,000، با هم معامله کنیم، با هم دست با هم دیگه ببندیم و اونجا عهد بستیم. این فرق میکنه و امروز میخوایم در این قسمت فکر کنیم ببینید خدا با قلب تو چی میخواد صحبت کنه. و آرزو من برای شما و برای من هم همینطور هم هست که با این خدای عهدها که آمد انسان شد و همینطورم قبل از این آدم میریم تو عهد عتیق هم میبینیم که معنی عهد چیه، که آشنا بشیم که توی این عهد سرنوشت زندگی توست عزیزم، تو این عهد
که خداوند بسته سرنوشت زندگی توست. اگه اینو نفهمی مثل این که هنوز میگم در سردرگمی زندگی خواهی کرد. هللویا. هللویا منظوری نه در مورد سردرگمی، فقط هللویا که خدا میخواد ما رو به یه مسیری هدایت کنه که دیگه از سردرگمی بیرون بیاییم، با اون خدای عهدها آشنا بشیم. و الان زمانی که نگاه میکنیم خدا میاد با ما عهدی میبنده، الان نگاه کنیم که یه چیزی هست که یک شرکای نابرابر است. مثل اینکه الان یک پادشاهی هست و میاد با تو عهدی میبنده. تقریبا باید اینطوری نگاه کنیم که تو اصلا لیاقتش رو نداری و او از تخت خودش میاد پایین و میخواد با تو عهد ببنده. تقریبا باید با این نگاه کنیم، یه شرکای نابرابر هست و میخوایم الان نگاه کنیم و حتی از این روشی که خداوند این خدا با انسان عهد میبنده، روشی که خدا با انسان عهد میبنده، میتونیم با اون ذات و ماهیت محبت خدا آشنا بشیم. اگر خدا فقط می آمد در این دنیا فقط می گفت باشه اوکی، می خواهیم الان یه قراردادی ببندیم، بگیم باشه مثل ماست، مثل انسانه. فقط ببینیم که چه روشی خداوند انتخاب می کنه که به ما عهدی ببنده. و اینو توی عتیق به اندازه کافی می بینیم که خداوند عهد بسته با نوح، با موسی و عهدهای مختلف وجود داره. فقط می خواهیم بریم تو این عهدی که خدا با ابراهیم بسته، چون ابراهیم ما می بینیم که پدر چیه؟ پدر ایمان، پدر ایمان ماست و از طریق ابراهیمه که خداوند با او این عهد رو بسته. این نسل از این نسل ابراهیم بود که آمد و خدا یهودی رو یاد، این 12 تا قبیله بعد از این اسرائیل به وجود آمد، به وسیله اسرائیل آمد و عیسی مسیح به دنیا آمد. پس نگاه کنیم به اون، به این ریشه، به این چیز اصلی، این عهدی هست که خداوند با ابراهیم بسته. میگم عهد یه قراردادی نیست. و الان زمانی که نگاه میکنی میبینی که خداوند میاد با ابراهیم الان از این کشور خودش بیرون میاره، بعد از این یک وعده میده که ابراهیم من میخوام به تو این زمین موعود رو به تو ببخشم، مال تو خواهد بود، یک ارثی هست که میخوام به تو بدم در این دنیا. و از این طریق متوجه میشیم که تا اون موقع اصلا ابراهیم هیچ کاری برای خدا نکرده بود. خدا انتخاب کرد، گفته که من میخوام این سرزمین رو به تو ببخشم، میخوام هدیه بدم، تو وارث این زمین بشی، تو و همینطور هم نسل تو. ابراهیم چه کار کرد؟ باور کرد، یا بیشتر اول اینطوری چیز کرد، به خدا گفته که آخر خدا از کجا بدونم در کتاب چیز پیدایش باب 15 میگه که از کجا بدونم که تو میخوای به من این زمین رو به ارث بدی، یعنی به من ببخشی. بعد از این خدا اینجا میگه که، یعنی ابراهیم میگه ای خداوند یهوه، به چه نشان بدانم که وارث آن خواهم بود؟ به من نشون بده، اصلا چطور میدونم؟ و اینجا به ابراهیم میگه که او به وی گفت گوساله ماده 3 ساله و بز ماده 3 ساله و قوچی 3 ساله و همینطورم 2 تا کبوتر، یعنی قمری و همینطورم کبوتر برای من بگیر. الان میگه که چه ربطی داره الان خدا میخواد باید به من یه جوری ثابت کنه که میخواد این سرزمین رو به من ببخشه. الان خداست دیگه، خدا میتونه بگه من تصمیم رو گرفتم برو اینو بردار، مال توست. این کار رو نمی کنه، بلکه میگه که الان یه گوساله بیار، یه بوزی بیار و همینطورم یه قوچی بیار و بعد از این به تو خواهم گفت که چه کاری باید انجام بدی. و اینم سمبول هایی هست، همینطور زمانی که
گوساله رو نگاه میکنیم، سمبولش رستگاریه. همینطور زمانی که بز رو نگاه میکنیم، اصلاح و پذیرفته شدنه. و همینطور هم زمانی که این قوچی رو نگاه میکنیم، این برکت‌های دنیایی هست که خداوند میخواد به ابراهیم ببخشه. هر چیزی که تو کتاب مقدس هم هست، سمبول‌هایی هست که باید این سمبول‌ها رو همینطور بفهمیم. فقط امروز نمیخوام بریم توی سمبول‌ها، میخوام مستقیم بریم به اون خدایی که چطور عهد رو بسته. و بعد از این میبینیم که ابراهیم ور میداره این گوساله، این بزد و همینطور هم قوچی رو ور میداره و اینو نصف میکنه. دست راست، دست چپ اونجا میگذارونه. مثل این که خدا بهش گفته بود که این سه تا حیوانا رو وردار، این کبوترا رو نکش، یعنی میتونی بکشی، فقط چیز نکن، قطع نکن، بلکه این گوساله و این بز و همینطورم قوچه رو وردار و از وسط پاره کن، جدا کن از هم دیگه. و ابراهیم هم میگه که چه ربطی داره به اون وعده، یا تو میخوای به من این زمین رو به ارث بدی؟ هنوز اینطوری متوجه نشده بود. و این عکسی هست که من تقریبا اینطوری که یه تصویری داشته باشین. که ابراهیم همون کار را انجام داد. و بعد از این میبینیم که خدا ابراهیم رو بیهوش کرد. یعنی خودش به یک خواب عمیق افتاد. هیچ کاری نمیتونست انجام بده. زمانی که توی خواب افتاد، و اینجا بود که خدا آمد، این آتش خدا، حضور خدا آمد، از این وسط این سه تا حیوانایی رد شد و اون موقع اعلام کرد و شروع کرد ابراهیم. شروع کرد وعده ها رو دادن برای ابراهیم. و این زمانی که این چیز رو، این عکس رو نگاه میکنی، میبینی که معنی اصلا درستی نداره. اصلا خدا چه هدفی، چه فکری کرده بود که این سمبول رو یا این روش رو برای ابراهیم درست کنه. ما باید نگاه کنیم از زمان، از دید خدا و همینطور هم یهودیا، عهد بستن این نیست که با همدیگه بیایم اونجا قراردادی ببندیم. عهد به روش و یا روش خدا یا یهودی اینه که ما عهد رو نمی بندیم، بلکه عهد رو باید بریده بشه. دو تا چیزای ور نمی داریم، یک می کنیم. بلکه سمبولش اینه که خدا میگه که این دو تا، این سه تا حیوانایی که جدا کردی از هم دیگه، از اونجا زمانی که تو رد میشی، اینجا نشون میدی و عهد رو اینطوری میبندی یا میبری. زمانی که از اینجا رد میشی و میگی خدا من میخوام با تو عهدی ببندم، یعنی خدا من اگه من این عهد رو نگه ندارم، مثل این گوسفندها یا مثل این گوساله و همینطور هم این بز و همینطور هم این قوچه، باید خودم هم همینطور جدا بشم، یعنی بمیرم. از دید خدا این عهدی بود که خداوند با ابراهیم بست. کسانی که خود را به عهد و پیمان متعهد می کنند، باید آن را طی کنند که بگویند اگر آنچه را که در اینجا قول دادم رعایت نکنم، مانند این حیوانا قطع خواهم شد. این میشه عهدی که با خدا میبنده، یعنی خدا عهد رو با ما میبنده. و میبینید تو عهد عتیق، حتی در ارمیا اونجا خداوند گفته، ارمیا باب 34 اونجا میگه که قوم من عهد منو شکوندن، یعنی این قولی که دادن که وسط این حیوانا رد بشن انجام ندادن، به این خاطر من قوم خودم رو مثل این حیوانا پاره خواهم کرد. یه عهدی هست که واقعا عهد مقدسیه. یعنی زمانی که خدا این عهد رو با ابراهیم بست،
جالبش اینه که خدا به ابراهیم نگفت که تو الان باید این عهد رو با من ببندی، از اونجا از این حیوانا رد بشی. جالبش این بود که این ماهیت خدا، ذات خدا رو، محبت خدا رو نشون میده. خدا ابراهیم رو خوابوند، بعد از این خودش آمد این عهد رو با ابراهیم بست. نگفت که ابراهیم تو باید عبور کنی، بعد از این من با تو عهد رو میبندم، بلکه گفته من عبور میکنم، من متعهد میشم به این عهد. متوجه هستین؟ من اول قدم رو ور میدارم، من اینو ثبت میکنم، مهر میزنم، بعد از این تو هستی که باید نگه داری. پس اولین قدمی هست که خدا این عهد رو بست با ابراهیم، و با این حرکت خدا به ابراهیم گفت و این عهد رو که بست، ابراهیم نه تو باید متعهد کنی، بلکه من خودم با این رفتار، با این آمدن، با این رد شدن متعهد می کنم. من روی قول خودم می ایستم، این عهد رو من بستم با تو، یا من خودم موظف می کنم. این کلن این سیناریو رو که نگاه میکنیم، میبینیم که خدا با چه عشقی، با چه دیدی، با چه روشی عهد رو میبنده. اول خودش رو میسپاره، اول خودش رو این مهر رو میزنه، که بعد از این که بعد از این کس که قوم میگه که باشه من میخوام الان وارد این عهد بشم یا نه. یعنی زمانی که عزیزان این فکرها رو میکردم، دیدم که با این روشی که خدا استفاده میکنه، واقعا میتونه ماهیت خدا رو، قلب خدا رو، فکر خدا رو، فروتنی خدا رو نگاه کنم، و همینطورم قدوسیت خدا رو. چه خدای قدوسی هست، چه خدایی باید باشه که خودش رو متعهد میکنه با ما عهد رو ببنده. چه نوع خدایی هست که خود را متعهد می کند با مردم عهد ببندد؟ من میگم اون خداست، انسان نیست، اون خالقه. و میگم که تو آمدی و این عهد رو با من بستی و تو اول قدم رو برداشتی و این متعهد کردی. برای چی؟ و اینجا، یعنی من خودم رو نگاه میکنم، من هیچ موقع با یک دزدی، با یک خطاکاری عهدی نمیبندم. ما گناهکار بودیم، خلقت ما، شخصیت ما، رفتار ما، همه کج رفتار بودیم. عیسی مسیح خودش هم میگه کج رفتار و عهد شکن. یادتون هست؟ شما قوم عهد شکن و کج رفتار هستید. الان خدا میاد با این قومی که عهد شکنه و همینطورم کج رفتار، میگه که من میخوام با تو عهدی ببندم. زمانی که در این قسمت ها فکر میکنم، میگم پس یه خدایی هست که خودش پس میدونه چه کاری میکنه. یک خدایی هست که هدفی داره، بی خودی نمیانجا الان متعهد به خودش متعهد کنه، بلکه یک کسی هست، یک خدایی هست که یک هدفی داره و این هدف رو میدونه خودشم انجام خواهد داد، به اون پایان خواهد رسید. و زمانی که نگاه میکنم، میگم پس خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده و به این خاطر متعهد شده، با این دید که به ما نشون بده، به ما ثابت کنه تو میتونی روی من حساب کنی. گوش میکنی؟ این عهد رو میبنده، متعهد میشه که به ما نشون بده تو میتونی روی من حساب کنی. این فکر من، این دید من، این نقشه من، این هدف منه که برای تو، برای این هدف تو رو خلق کردم. من این کار رو میکنم، هر چقدر خدا هستم خودم رو متعهد میکنم که به تو ثابت کنم یا به تو نشون بدم روی من میتونی حساب کنی. آمین. چه چیز عظیمی است عزیزان.
نمیدونم چه شناختی بزرگی باید داشته باشیم از خدا. چه خدای عظیم، نه قدرتمنده، نه محبته. فقط می نگاه میکنم میگم چه خدایی باید باشه که با این روش قلب خودشو میخواد به ما نشون بده. بعد از این میبینیم که زمانی که ابراهیم یک سمبولی هست و به ابراهیم گفته که با این روش من سرزمین رو، این دنیا رو به دستای تو میدم، تو وارث این دنیا خواهی شد. دنیا، فقط خدا ما رو برای دنیا خلق نکرده که ما وارث دنیا بشیم. خدا میخواد چه کاری کنه؟ خدا ما رو خلق کرده برای یک چیزای خیلی بزرگتر، عظیمتر از این که دنیا، در این دنیا وارثیم بشیم و یک روز هم خواهیم شد. به این خاطر خدا با این عهد گذشته که گوساله ها بودن نمیتونست کارهای انجام بده. فقط کارشی که انجام داد، قوم اسرائیل به وجود آمد و بعد از نسل او عیسی مسیح به دنیا آمد که نجات دهنده تمام دنیا شد. الان خدا به هر حال در ارمیا در مورد یه عهد تازه صحبت میکنه و میگه که خدا میگوید زمانی میرسد که من عهد تازه با خاندان اسرائیل و خاندان یهودا خواهم بست. آن مانند عهد نخواهد بود که با پدران ایشان بستم وقتی دست آنها را گرفتم و از مصر نجات دادم، زیرا که ایشان عهد را شکستند. به آن که خدا میگوید من شوهر ایشان بودم، هنوز نفهمیدن من کی بودم، چرا این عهد رو بستم. فقط این عهدی که با ابراهیم چیز کرده بود، بسته بود، مثل این که این برای یک زمانی بود. الان خدا یه عهد تازه میبخشه و میگه که عهد تازه که با قوم اسرائیل میبندم چنین خواهد بود: شریعت خود را در باطن ایشان خواهم نهاد و آن را بر دل ایشان خواهم نوشت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. و بار دیگه کسی که به همسایش و شخصی به برادرش تعلیم نخواهد داد و نخواهد گفت خدا را بشناس، زیرا همه از بزرگ تا کوچک مرا خواهند شناخت. در مقابل خطای آنها بخشیده خواهم بود، بخشنده خواهم بود و دیگه گناه‌های آنها را هرگز به یاد نخواهم آورد. این عهد جدیدی هست که خداوند می‌خواد ببنده و ما می‌دونیم که این عهد جدیدی از نسل، از این عهدی که خداوند به ابراهیم بس، عیسی مسیح به دنیا آمد و خدا گفته که الان به وسیله عیسی مسیح عهد جدید، یا خود عیسی مسیح عهد جدیدی هست که بسته شده با ما. در تقریبا بایدم این چیز رو نگاه کنیم، این تصویر رو نگاه کنیم، اون عکسی که اول چیز کرده بودم با این گوسو، این رو نگاه کنیم که خدا اینجا عهد رو بسته و بعد از این میاییم به صلیب عیسی مسیح نگاه میکنیم و میبینیم که خدا تقریبا همون کاری که با ابراهیم کرده و آمد خودش اونجا او رو خوابوند و عهد رو چیز کرد، عهد رو بست. الان میبینیم که عیسی مسیح در عبرانیان باب 9 آیه 15 و 16 نسرین میتونه اینو بخونه. از همین رو مسیح واسطه عهدی است جدید تا فراخواندگان بتوانند میراث جاودانی موعود را دریافت کنند، زیرا اکنون مرگی به منزله بهای رهایی رخ داده تا آنان را از گناهانی که در چارچوب عهد نخست واقع شد آزاد سازد. زیرا در هر وصیت نامه لازم است مرگ عاملی که عهد را رسمیت می‌بخشد به میان آید. آمین. جالبه، میگه که عیسی مسیح الان از همین رو مسیح واسطه عهدی از جدید تا خواندگان بتوانند چی رو؟ میراث جاودانی رو، این موعود رو
دریافت کنن. اینجا الان در مورد زمین صحبت نمی کنه، در مورد یک میراثی صحبت می کنه که یک روز ما وارثی خواهیم شد، وارثین ملکوت خدا، وارثین خود خدا و هم وارث با عیسی مسیح. آمین. متوجه هستین؟ اینجا وارد یه بخش دیگه میشه، میگه که این دنیا من به شما داده بودم، شما از دست دادین و یک روزم به هر حال برمیگرده به دستای من، فقط یه عهدی میبندم، چون فکر من از ابتدا این بود که هر چیزی که من خلق کردم به دستای شما بدم، شما وارثین همه چیز بشین، از دست دادین، فقط الان باید یک عهد جدیدی، نه از با گوسفندا، بلکه عیسی مسیح که اینجا روی صلیب چی شد؟ پاره شد، میخکوب شد و همینطورم یک نیزه ای آمد پاره شد. همون عهدی هست که خداوند میگیم که عهد چیه؟ عهد بریدنه، درسته؟ عهد نمیبندیم، در دنیا میبندیم، با خدا عهد باید بریده بشه. خدا، خود عیسی مسیح که زمانی که روی صلیب اونجا الان گفته پرداخت شد، یا اونجاست که خداوند این عهد جدید رو با ما بست. و این همین که خوندیم لازم است مرگ نظیر در هر وصیت‌نامه لازم است چه اتفاق بیفته؟ یک مرگی اتفاق بیفته که ما الان تمام چیزایی که مال خداست ما به ارث ببریم. آمین. هر چیزی که مال خداست، این عهد جدید که خدا من با ما بسته اینه که هم ارث با خدا بکنیم، هر چیزی که مال خداست ما به دست بیاریم. به این خاطر قبل از اینکه عیسی مسیح بمیره اونجا شاگردانش رو جمع کرد و گفته که این خونش رو برداشتی، نونش رو برداشتی، گفته این عهد جدیدی هست که با خون من میبندم، من باید پاره بشم که این عهد به وجود بیاد، من باید بریده بشم که خدا به میون بیاد. و چطور عیسی مسیح، چطور خدا آمد عیسی مسیح از مردگان برخیزانید و همینطور هم عیسی مسیح صعود کرد در دست راست پدر نشسته و سلطنت میکنه. رومیان باب 8 آیه 17 میگه که و هرگاه فرزندان وارثان هم هستیم، یعنی وارث خدا و هم وارث هم ارث با عیسی، با مسیح، درسته؟ هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، به وسیله اون عهدی هست که خداوند عیسی مسیح روی صلیب با ما بست یا بریده شد که با ما این عهد رو ببنده. تقریبا اینطوری نگاه کنی، عیسی مسیح خداست دیگه، تمام کهکشان و کهکشان ها مال خودشونه و معمولا در این دنیای نگاه میکنی میبینی یک من خودم بمیرم دختر من همه چی رو ارث خواهد برد، هر چیزی که مال من مال خودش خواهد بود. و الان اینجاست که عیسی مسیح باید بمیره، عهد رو میبنده. و جالبش اینه عزیزان، خبر خوش اینه که اینو باید بفهمیم که با این عهدی که خداوند عیسی مسیح بسته، نه فقط گناه ما رو بشوره، نه فقط ما رو از ما فرزندانی بسازه، این همه چی حقیقته، فقط همه کارا رو کرده که ما رو هم ارث بکنه با او، هر چیزی که مال خودش ما به دست بیاریم، برای این خدا خلق کرده. به این خاطر خدا عیسی مسیح امروز هم میگه که با این مرگ من که روی صلیب کردم به شما نشون میدم روی من میتونین حساب کنین، این فکر من، این هدف منه، برای این خلق شما رو خلق کردم، روی من میتونین حساب کنین، من هستم به وسیله روح القدس تو آماده میکنم، همه کارا رو انجام میدم که یک روز تو رو هم ارث با مسیح بکنم. و اینجا هم همین که نوشته، قسمت بعدیش هم باید بخونیم، اینجاست که کاری که هست که خداوند انجام داده، منظور این نیست که ما بشینیم میگیم هاللویا، بلکه یک ما هم باید از این بگم که این حیوانایی که بودن، درسته که پاره شده بودن، ما الان زمانی که ما تعمید گرفتیم چه کاری کردیم؟
چه اعلامی کردین؟ تعمید گرفتین؟ شما گفتین که خداوند همینطور هم که خداوند زندگی خودت رو برای من فدا کردی، منم خداوند با این تعمید خداوند خودم رو به تو میسپارم. یعنی از این دو تا، از این سه تا الان سمبولن بگم، این حیوان، از این حیوان جا رد میشم، منم عهد با تو میبندم. فقط اینجا دیگه حیوان ها نبودم، بلکه خود مسیح، خود خدا بود. این قول رو بهش دادیم. و اینجا چی میگه؟ چه چیزی خوندم؟ کسانی که خود را به عهد و عهد و پیمان متعهد میکنند باید آن را سعی کنند و بگویند و تی کنند و بگویند اگر آنچه را که در اینجا قول دادم رعایت نکنم مانند این حیوانات قطع خواهم شد. یک قولی هست که ما میدیم. هر دفعه ما عشا میگیریم، ما میایم خداوند الان توبه میکنیم، بازگشت میکنیم و همینطور هم اشتباه کردیم. هر چیز خدا خون خودش اونجاست که تو رو پاک کنه، آماده کنه، بگی که روی من میتونه حساب کنی، من تو رو خلق کردم، نجات دادم که هم ارث با مسیح بکنم. این عهد برای اینه، باور کن. و اینجاست که میگه که اگر شریک مصیبت های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. این قسمتی بود که خدا کرده و خودشو مهر زده، گفته میتونی روی من حساب کنی. و قسمت دیگه ما هست که از این صلیب که عیسی مسیح عبور کنیم. کسی هست که میتونه آمین بگه؟ عیسی مسیح میگه که من از این مرگ عبور کردم، من پاره شدم که با تو یک عهدی ببندم و من با این عهد من خودم موظف ساختم تا عهد با تو ببندم. درست خوندم؟ گفتم تو میتونی روی من حساب کنی. این عهدی که خداوند با ما بسته عزیزان، عهدی که خداوند با ما بسته، بعدش عهد عشق، عهد وفاداری، عهد وحدت، عهد ازدواج، عهدی است که با خدا یک شدن، عهد هم ارث بودن، عهد ابدیته. این عهدی هست که خداوند با ما بسته، چون برای خودت یک هدفی داره، به این خاطر متعهد ساخت خودش رو. که ما معمولا چی میکنیم؟ چند مدت موعظه کردیم در مورد عروس، در مورد داماد، که خدا داماد خودش، عروس خودش رو میخواد آماده کنه. چه کار کنه؟ یک بشن. این هدف خدا یک شدن با خلقت خودش به وسیله روح القدسه که انجام میشه. ابراهیم وعده داده بود این دنیا رو ارث ببره، به ما الان میگه که تمام آسمون و آسمون‌ها و همینطور هم ارث با خدا بکنه. در دوم تیموتیوس باب 2:13 میگه که ولی اگر بی‌وفایی کنیم، او وفادار خواهد ماند، زیرا او نمیتواند خود را انکار کند. اینجا هم حتی دوباره هم زمانی که پولوس اینو مینویسه، میخواد بگه که خدا وفاداره، حتی تو خرابکاری کنی او خودش متحد کرده، رو او میتونی حساب کنی، میتونی به قول برگردی، میتونی توبه کنی، باز برگردی دوباره سمت او. و همینطورم دوم تسالونیک که اما امین است آن خداوندی که شما رو استوار و از شریر محافظت خواهد ساخت. امین است، یعنی خدا، روی عهد خدا میتونین حساب کنین عزیزان. عهد خدایی که بسته، یعنی یک گارانتی هست. و همینطورم ابراهیم باب 10:23 میگه که و اعتراف امید را محکم نگه دارین، زیرا که وعده دهنده امین است. اعتراف امید را محکم
نگه دارین. اون خدایی که وعده هایی به تو داده امین است، پشت همه چی ایستاده. روی خدا، روی عیسی مسیح، روی روح القدس میتونین حساب کنین. این عهدی هست که زمانی که در این قسمت ها من فکر میکردم، چون چند مدتی هست که در مورد شناخت خدا صحبت میکنی و شناخت خدا خیلی ربط داره به روش هایی چطور خدا رفتارهایی میکنه، به این خاطر من اینجا دعا میکنم خدا به من برکت بده. نمیگم خداوند اینو میخوام، بلکه میگم خداوند این عهدی که بسی، این عهد رو میخوام نگه دارم، این عهد جاودانی است، این عهدی هست که من میتونم هم ارث با تو باشم، خیلی بزرگتر از این برکت ها. واقعا به شما میگم، من میگم برکت ها رو نمیخوام، من تو رو میخوام، تو مهمتری از همه چی هستی. عهد رو میخوام نگه دارم، خرابکاری میکنم، اشتباه میکنم، میفتم، فقط خدا میگه که من این چیز متعهد میکنم خودم رو، روی من میتونی حساب کنی، دست منو میگیره دوباره بلند، دوباره هدایت میکنه، چون هدف خودشه. با تصمیم گیری این که چرا خدا با مردم عهد میبندد، با تصمیم گیری این که چرا خدا با مردم عهد میبندد، از طریق این که با چه شیوهی خدا با مردم عهد و پیمان میبندند، از طریق این که چرا خدا متعهد نه موظف هست عهد و پیمان خود را تا به ابد حفظ میکند، میتوانیم ذات و عشق و وفاداری فضل خوبی و فروتنی خدا را باور کنیم، تجربه کنیم و با او آشنا بشیم. چرا، با چی شیوهی و همینطورم چطور خدا خودشو موظف کرده میتونم با این خدا آشنا بشم و همینطورم نه فقط این، بلکه یک روز بلال هم ارث با خدا بشم. دوباره میتونی رومیان با به 8 آیه 17 رو بیاری. و هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی وارث خدا و هم ارث با مسیح، اگر شریک مصیبت های او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. از آن اول همینطور که به شما گفتم که زمانی که ما موعظه های میشنویم، از طریق موعظه ما باید به هر حال طوری خدا رو با انسان آشنا کنیم که دید درستی داشته باشن. اگر فقط دنبال برکت هستیم، مثل این که عهد رو گذاشتی کنار، و زمانی که این تصویری از امیدوار اصلا باز برای تو بشه، چه عهدی خدا با تو بسته، دید تو، فکر تو، دعای تو عوض خواهد شد، روش تو عوض خواهد شد. آمین. خوشحال هستی یا نه، یا چیزی هست که نرماله؟ من فقط میخوام بگم که در مورد خدا صحبت میکنیم و زمانی که واقعا برم بیشتر برش تو، میگم خداوند واقعا بی همتا، کلامی وجود ندارم بتونم رو توصیف بدم، میگن تعریف کنم. به این خاطر الان من دوست دارم نمیدونم چقدر برای شما این مطلب باز شده، کسانی که تو خونه هاشون هستن، فقط من خیلی تو قلب من بود الان وقت بذاریم. دو تا سرودهای آماده کردم که این کلام رو که شنیدیم به ما امید ببخشه، دید جدید ببخشه، شناخت جدیدی از خداوند ببخشه و معنی عهد رو بفهمیم. هفته آینده دوباره عشا داریم، فکر میکنم تو موعظه میکنی نه؟ دوباره عشا داریم. کاش که هفته آینده ما موعظه میکردم، فقط برای تو میتونی مطلب رو برداری. فقط هفته آینده زمانی که میام این عهد رو میخوایم تازه کنیم، دیگه واقعا بدونی چه عهدی هست، نه فقط خدا گناهت رو بخشیده
یه عهدی هست که خدا تو رو از این با این عهد میگه که من روی من میتونی حساب کنی، من میتونم از تو یک وارثی بکنم، وارث ملکوت خدا و هم ارث با عیسی مسیح. هر چیزی که مال من خدا میگه با تو تقسیم کنم. آمین. باشه با هم بیستیم و درها رو ببندیم اینجا و این سرود رو با هم بخونیم. یعنی دو تا سرودهایی هست که آماده کردم بتونیم بخونیم و تو این چیزم دوست دارم، همینطور تو این پرستشم دوست دارم همینطور خودتونم دوباره نگاه کنیم به چه چیزی ایمان داریم، به چه دنبال چه چیزایی هستین، هدف زندگیتون چیه. خودتون محدود نکنین، از این محدودیت بیرون بیاین و یک شناختی دیگه از خدا داشته باشین. آمین. وعده هایی هست که خداوند بخشیده و گفتم این سرود رو با هم بخونیم. چون از آبها بگذاری من با تو خواهم بود، چون از نهرها تو را فرو نخواهد گرفت، چون از میان آتش روی سوخته نخواهید شد و شعله‌اش تو را نخواهد سوزانید، زیرا من خداوند قدوس تو هستم، زیرا من خداوند نجات دهنده تو هستم، چون که من تو را دوست دارم در نظرم گرانبها و مکرم هستی. چون از هوا بگذاری من با تو خواهم بود، چون از نره تو را فرو نخواهد گرفت، چون از میان آتش روی سوخته نخواهی شد و شعله‌اش تو را نخواهد سوزانید، زیرا من خداوند قدوست هستم، زیرا من خداوند نجات دهنده هستم، چون که من تو را دوست می‌دارم در نظرم گرانبها و مکرم هستی. آنانی که ضد تو جمع شوند به سبب تو ای فرزندم خواهند افتاد، هر آلتی که ضد تو ساخته شود هیچ وقت پیش نخواهد برد، زیرا من خداوند قدوست هستم، زیرا من خداوند نجات دهنده هستم، چون که من تو را دوست می‌دارم در نظرم گرانبها و مکرم هستی. من در دوی قوم خود میستم، اسیران ذلیل به زودی رها خواهند شد و من با دشمنان تو و آنانی که بر تو ظلم نمایند مقاومت خواهند نمود، زیرا من خداوند قدوست هستم، زیرا من خداوند نجات دهنده هستم، چون که من تو را دوست می‌دارم در نظرم گرانبها و مکرم هستیم. دوباره بگیم زیرا من خداوند قدوست هستم، زیرا من خداوند نجات دهنده هستم، چون که من تو را دوست می‌دارم در نظرم گرانبها و مکرم هستی. خوب میشه الان یه زمانی بذاریم دعا کنیم. نمیدونم چه شناختی از خدا داشتین، دنبال چه چیزهایی بودین، امروز چه قسمتی هست که بود که خدا من با تو صحبت کرد.
و چه دعایی میخوای الان بکنی؟ چیزی که تو قلب توست بهش بگو. شاید این کلام برای تو یکم سخت بود، فقط بهش بپرس و بطلب، خدا من این کلام رو برای من باز کن. اگر الان فهمیدی که این عهد تازه، تو این عهد تازه چه عظمتی هست، شاید بتونی هست نگرانی داری و هر فکرهایی هست که تو رو مشغول کردن، حتی تو رو یکم جدا کردن از خدا، دوباره برگردونه. خدا خودش متعهد کرده که به تو بگه که روی من میتونی حساب کنی. و بدونی که این کاری که در تو شروع کردم، این تو خودت نبودی، تو خودت منو انتخاب نکردی، بلکه من هستم که تو رو انتخاب کردم، که گذراندم که بری و ثمره بیاری. شاید ثمره کم آوردی یا اصلا نداری، فقط امروز خداوند میخواد تو رو تشویق کنه و به تو بگه چه چیزایی بود که بدون من میخواستی به دست بیاری. بطلب و من چشمای دلت رو باز میکنم که این عهد جدید برای تو باز بشه، چه بدونی که پشتش چه عشقی هست، چه فیضی هست، چه هدفی هست. بطلب تو این عهد جدید سرنوشت زندگیته. همینطور در حضور خداوند بگذاریم دعا کن. خیلی خوب میشه بعد از موعظه ببینیم پاسخی به خداوند میدیم، چی میگیم بهش. مرسی خداوند، مرسی که خداوند میخوای ما رو خداوند با خودت یک کنی. هدف توست خداوند. مرسی خداوند که مهربانی توست، فیض توست خداوند که ما رو روز به روز هدایت میکنه. مرسی که هر روز میتونیم با این امید زندگی کنیم خداوند. شکر بر تو، واقعا تشکر میکنم، ممنون هستم واقعا. زمانی که به فکرهای تو خداوند نگاه میکنم و میبینم که چه خدایی هست که منو خواندی که هم ارث به خودت بکنی. من کی هستم که بتونم بگم یک روز هر چیزی که مال توست پدر به ارث خواهم برد؟ فکر من نمی رسه خداوند، خیلی عظیم تره، فقط من باور می کنم.
و باور میکنم که مهربانی و فیض توست که من اونجا هدایت میکنه. وفاداری توست روح القدس. هللویا خداوند. و دعا میکنم خداوند برای تک تک ما افرادیم که گوش میکنن، چشمای قلب همه ما رو باز کنه که این جلال رو ببینیم خداوند، این خواندگی رو ببینیم خداوند. هللویا خداوند. مهربانی خداوند همیشه پایدار است، رحمت او بی پایان است، هرگز محو نخواهد شد، آنها هر سو تازه هستن، تازه هستن هر روز در حال باش، زیرا وفاداری او عظیم است، زیرا وفاداری او عظیم است. میتونیم با هم دست بزنیم برای عیسی مسیح. فیض عظیم عیسی هر روز فرامان است، رفت او مانت او عجیب و بی‌زوال است، آنها هر صبح تازه هستند، تازه هستند هر روز در حال بارش، زیرا وفاداری او عظیم است، زیرا وفاداری او عظیم است. هللویا خداوند، اعلام میکنیم وفاداری تو. شکر برای عهد جدید که با ما بستی. افتخار میکنیم خداوند، فخر میکنیم که خدای مثل تو داریم خداوند. هللویا. مهربانی خداوند همیشه پایدار است، رحمت او بی پایان است، هرگز محو نخواهد شد، نه خداوند هیچ موقع، آنها هر صبح تازه هستند، تازه هستند هر روز در حال بارش، زیرا وفاداری او عظیم است، زیرا وفاداری او عظیم است. فیض عظیم عیسی هر روز فرامان است، رفعت و امانت های او عجیب و بی‌زوال است، آمین، آنها هر صبح تازه هستند، هر روز در حال بارش، زیرا وفاداری او عظیم است، زیرا وفاداری او عظیم است. دوباره اعلام کنیم، زیرا، زیرا وفاداری او عظیم است. هللویا خداوند، با تمام دل اعلام می‌کنیم وفاداری تو عظیم است خداوند.